نازنین کو؟ نشدی؟ میگم نازنین کو؟ گیر افتاد. چرا دریوری میگی؟ میگم نازنین کجاست؟ گیر افتاد. افتاده و تو زیقی اینجا جا خوش کردی؟ ها؟ برو بینی بابا، چی میگی تو؟ نشستی بیرون گودو میگی لنگش کن، چی فکر کردی؟ انداختمش جلو پلیس ها، اومدم اینجا خدمت جنابالو؟ یا دل دوست، حالا این همه تله جواهری یه جا دیده بودی؟ تله چهت میگی؟ من میگم نازنین کو؟ خیلی خب بابا، یه جوری نازنین نازنین میکنی انگار چه خبره؟ ای تا صبح دوام بیاره عملش بالا نزنه بلش میکنه، باز امتونه بهم آفر نداره. بعدش هم بای گاف صندوق که نگرفتنش، تو جوب گرفتنش. کجا؟ اینا سهمتون دیگه، با هم دیگه کاری نداریم. دارین؟ اگه بدش نکنه انقدر نفوذ بد نزن قشنگ چه حرف حساب حالا این سازیقی. ببین جوجه، یه بار بهت گفتم چیزی نیست، تا صبح بر میگرده، یعنی بر میگرده. دست خواه رو بلاز از این پیش من امانت میمونه تا نازنین برگرده. دست خواه کتا بس که حرف آدمیزا دانید نیست ها. ببین میزنم این یکی پاتم مثل اون یکی پات فلج میکنم ها. دست رو کش.
اینا اون سگ و گربه میمونن، دو دقیقه نمیشه تنهاشون گذاشت. بفرما، تقصیر توه دیگه این زیقیا رو میره تو بازی. بیا برو، قرارمون فردا ساعت 2 دم پاساژ. نگران نشین. الو، الو، اردلا میگم بابام نمیذاره. غلط کرده نمیذاره، مگه عهد تیرکمون اسیری که نیورده؟ خب منظورم اینه که زمونه عوض شده. ببخشید، بیا بزن جون اردی، بزن بزن روشنجی. عکس فقط عکسه که میمونه، عکس فقط عکسه که میمونه. عمو دمت گرم، یه دوتا عکس چاق از ما میگیری؟ چرا نمیکنم، الان میام پیشت عزیزم. یه عکسم دم باخته بگیری باستم خواست. شرکت نکنی لبخند بزنی؟ موبایل داری؟ واسه چی؟ یه تلفن ما رو مهمون می‌کنی. دمت گرم. ایول، دمت گرم. بس خودمون مشتی هست. بچه‌ام برسم تهرون واسه نمیش گرگ. الو، الو، چرا جواب نمیدی؟ لالی آقا دست درم خیلی من داشت میبخشید. این شما را آخریه رو زحمت پاک کن. همه دیم خیلی گلی. پژوهشگران بخش تحقیقات زیست محیطی و شغلی کانادا در بررسی های آزمایشگاهی خود دریافتند سیگار کشیدن به تغییراتی که در سلامت نسل بعدی مردم به شدت تهدید می کند. چه خبرتونه؟ آن کن دیگه جای تموم. بفرما شما، بفرما. و پاسخ کردن نقش به سزایی در کاهش خطر سکته دارد. دانشمندان دانشگاه لیس انگلیس دریافتند رابطه مستقیم میان عضلات گردن
ورزش میکردی؟ آره دمبل میزنه. خوشون کشی کردی؟ معذور مورچه چیه که کله پاچش باشه؟ پیری خیلی حرف میزنی، برو سر اصل مطلب. اصل مطلب که پیش شماست. بیا شروع کن. خب نگفتید این همه جواهر رو یک جا از کجا آوردید؟ از تو کمد ننه. من اصلا با شما معامله نمی کنم. بس کنید دیگه، اگه دفعه اولته، اگه خریداری بخر، اگه نه که چرا انقدر لاس میزنی؟ آخه این رفیقتون خیلی بدقلقه. کارتو بکن. هلو چند؟ تو خریداری؟ کسی همچین پولی اونم یک جا بالا این چیزا نمیده، نداره که بده. اما چون شما هستید باشه. خب خب که خب، من باید اینا رو حساب و کتاب بکنم، بعدم بهتون خبر میدم. بعدن که فردایی، پس فردایی، پس اون فردایی. زرشک پیری مثل که به غیر از خرفتی مرد رندتان کرده. آخه نازی جون چرا اینقدر ناز میکنی؟ عزیز من واسه تهیه این همه پول وقت لازمه. تو چی فکر میکنی؟ مگه من از جون خودم سیر شدم که این همه پول رو اینجا نگه دارم؟ چقدره؟ اینقدری هست که تو و رفیقات و حالا حالا ها سیر نگه داره. یارو خیلی زر میزنه. گفتم چقدره؟ 5 چوغه. 5 چوغ؟ و بقیهش؟ گفتم بیشتر از این نقدینگی نداره. قرارمون 30 تا بود مگه نه؟ ارز به کارتون میاد؟ ارز؟ دلار. دلار امریکا. آره رو کن. فقط بی کلک. چیه؟ چشماتون باز شد؟ یورو نداری؟ ببین وای به حالت اگه ریگی تو کفش باشه. اگه یه وقت گیر افتادید با 2 تا چک چاک دهنتون باز نشه. جلو تو بازی خیه. خوب تو کجا میای با این پای چلاقه؟ بسه زیگی تو هوای پاسوشو داشته باش یارو در نره. بیرم
مرد مفنگی عوضی، مگه نگفتم بدون کلک؟ گفتم یا نگفتم؟ چی شده؟ تعلقی به ما میگی نامرد؟ میزنم میکشمت، بگو اینم پولت کجاست؟ بگو بابا پولم کجا بود؟ من اینجا پول دیگر نمیدارم. کجاست؟ خان من میکشمت. بهت گفته بودم، بهت گفته بودم اگه ریگی تو کفشت باشه دلت نمی کنم. حالا مثل بچه ی آدم دولاروی اصل رو ریگ کنی. اصل کلیدی گاف صندوق کجاست؟ کلیدی گاف صندوق کجاست؟ ساکت ساکت، هرچه دارم بهتون میدم. مطمئن باشید. شما برو اون کرکره رو بده پایین تا اسمتمون هویدا نشده. باشه چش. بجام بجام، هرچه دارم بهتون میدم. خدا کسافت. چه غلطی میکنی؟ در خصوص اتهام آقای اردلان فدایی فرزند محمود 32 ساله تبعه ایران فاقد پیشینه کیفری دایر بر یک فقره سرقت تعزیری و یک فقره ضرب و جهل و با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده این دادگاه جرایم انتصابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و آقای اردلان فدایی را به تحمل 2 سال حبس محکوم می نماید. خب دختر چرا با خودت اینطوری می کنی؟ <تص->
نگاه کن تو رو خدا، شده یه پوست و استخون. گفتم صبر کن مادر، صبر داشته باش، بالاخره بابا تو راضی میکنه. راضیش میکنم، بیا بغل من. جون مامان گریه نکن، بهت قول میدم، قول میدم راضیش میکنم. هنوزم عاشقتم، شاید تو هم مثل منی. چرا چرا دلم رو میشکنی؟ هنوزم عاشقتم، شاید تو هم مثل منی. چرا چرا دلم رو میشکنی؟ نبی تکرار چشمای تو میمیرم، ولی محو تماشای تو میمیرم. هنوزم عاشق تو، شاید تو هم مثل منی. خیلی مواظب خودت باش. تهران جا نمونی. آشغالیه، ما اونمونو میخوای. هنوز که سر برج نشده. بله، یعنی اینقدر صدام عوض شده؟ یه چند سال تهرون نشینی عوضت کرده؟ منم اردلان. یه لحظه. Thank you.
سلام. سلام از ماست. شما باید آقا اردلان باشین درسته؟ بله. شما کجا میدونی؟ از عکسایی که نشونم داده بود. من مهریم، هم دانشگاهیش. ببخشید معطل شدید، FFمون خرابه. شما باید ببخشید، به خیالم گندمه. اشکالی نداره، همه صدای ما دوتا رو اشتباه میگیرن. حالا بفرمایید تو تا گندم برگرده. مگه نیست؟ رفته بیرون، میاد، اما فکر کنم تا غروب بر نگرده. حالا شما بفرمایید تو، شما که غریبه نیستید. نه ممنون، میرم یه چرخی تو ترونتون میزنم دوباره برمیگردم. فعلا باشه. ببخشید. بی زحمت وقتی گندم برگشت اینو بدیم بهش. ممنون. باجت. خداحافظ. رفت. فهمیدم. کار دسته؟ خیلی خوشگله. فکر کنم تو زندان درستش کرد. از عکسایی که نشونم داده بودی خیلی داغون‌تر شده بود. گندم کجایی پس؟ دارم میام. از اداره برق اومده بودن کنترل رو چک کنن، الان دارم میام. بگو برم، ممکنه برگرده ها. کجایی تو؟ چی شده مگه؟ یه پسر اومده از شهرستان، میگه از بستگانته. اونجا چی کار میکنه؟ من چه میدونم، از من میپرسی؟ جهانم دیدتش؟ نه بابا، هنو سرگلش پیدا نشده. خیلی خوب، من خودم میرسونم. خدا آقا جهان سابکارمون میگه گندم رفته نمایندگی، تا یکی دو ساعت دیگه هم برمیگرده. شما هم اگه میخوای یه کافی شاپ این بغل هست، میتونین منتظر بمونین، هر وقت که اومد میگم بیاد پیشتون. ممنون. میدونی ببخشید خانم، دنبال کسی میگشتی؟ بله، یه پسر جوان حدودا 30 ساله. 30 ساله؟ خب حالا چه شکلی هست؟ راستش چی بگم، خیلی وقت ندیدمش. حالا خیلی هم نیازی نیست، از قدیم گفتم پهلمون زنده رو عشقه. آره دیگه، دوز حاضر رو بزم حاضر. برو بابا. چی شد خانم؟ بریم. یه ناز نکن دیگه، بریم. خانم کوچولو، خفه شو آشغال. اوه چه بد اخلاق. جایی میخوایی؟ تو چی میگی دیگه؟ معلوم از کجا؟ من کجا؟ از دو ماه پیش خیالم کردم بعد از این همه مدت که هم دیگر رو ببینیم یه جوره دیگه یه حرف بزنیم. ما به بهانه شنیدن این خبر، به من نگاه و اینکه شنیدیم از این هفته قرار در مورد اجرا بشه این خبر و این اطلاعیه، خواستم صحبت کنم با آقای سلطان لرجانی، رئیس انجمن صنف قیافت اقشار، مهمان برنامه روز ما. به ایران رادیو تجارت هستم. زمین که آقای عدم کاشان سمون در
نمیخوای بپرسی چی شد این همه سال؟ به من چی گذشت؟ حتی حاضر نشدی سراغی ازم بگیری؟ ندیدی تهرانو؟ میگم به من نگاه کن. بدون دادگاهی منو محکوم کردی و حکم بردی. بابا انصافتو شکر. عیبی نداره. ننگام کن. دوام حرف بزن. شنیده بودم که میگن از دل برود هر آن که از دیده برود. چه بله شما سال بیش از یک میلیون دلار ادای کالاهای به جان نمیارم. استاندارد بورس تهران وارد شده. مدل استاندارد بله بله من بعدم باهاتون تماس میگیرم. این کالاها شامل تایر خودرو از بابازی تجهیزات پزشکی لباس کجای جمالزاده برم من سر نصرت پیاده میشم. به هر حال حلالم کن. وظیفه‌ام بود تا خلاص بشم بیام پیدات کنم و ببینمت. درست و غلط به توضیح بدم که چی بود و چی شد. افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی در مصر. خب بردار، شاید کار واجب داشته باشه. قدرت خرید مردم و همچنین تورم مشکلات اقتصادی زیادی برای افراد کم درآمد در کشور ایجاد کرد. هنوزم نمیخوای حرف بزنی؟ تو این چند سال حتی یک لحظه هم نبود که بهت فکر نکنم، ولی هر بار از خودم میپرسیدم چرا چرا چرا. هر باری که میپرسیدم کمتر جواب چراهامو میگرفتم. میدونی که بابات؟ نه نمیدونم. با پیغام پس خمایی که بابات هر روز واسه من قطار میکرد به خیاله تا کی با کدوم کار با کدوم پول میتونستم کمر راست کنم و واسه به دست آوردن پاپیش بزنم. آن آها پس میخواستی با پول دوزی به قول خودت کمر راست کنی یا جواب پیغام پس خمایی بابامو بدی؟ آره اما یه لحظه فقط یه لحظه پیش خودت فکر نکردی که اگه این ماجرا به گوش طرفت برسه چه حالی میشه؟ تو من چی دیدی که فکر کردی میتونی منو با پول دزدی خوشبخت کنی؟ آن گندو هفته اول گیج بودم، اصلا نمیدونستم چی شده چی به سرت اومده. فقط میدونم تو اون حال به هر کی که رسیدم سراغ تو رو گرفتم، هر جا که رفتم سراغ تو رو گرفتم. وقتی هم که شنیدم یخ زدم، انگار دنیا خراب شد رو سرم. این آدم های مست شده اصلا باورم نمیشه. تو با من بد کردم خیلی.
چرا بهم دروغ گفتی که داری توی شرکت کار میکنی؟ اردلان من یه دخترم، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ فکر میکنی من بدم میاد جای کار کنم که با رشته تحصیل اینجوره؟ اردلان اینجا تهرانه، کار و زندگی و هزار جا کوفت و زهرمار دیگهش با شهرستون کلی فرق میکنه. تازشم از اون موقع کلی گذشته، اردلان خیلی چیزا عوض شده، تو که نبودی. ناراحت نشو، معذرت میخوام. ببین منظور من اینه که نه، تو راست میگی. خودم هم اینو از وقتی که اومدم از زندان بیرون و وارد این خراب شده شدم فهمیدم. انگار یه جورای غریبه هم، آدم ها، رابطه ها، رفتار ها، حرف ها، انگار یه جوری دیگه است. گندو بگم اونم تو هم یه جورای عوض شدی، دیگه این اون گندم سابق نیستی. دیوونه، این چه حرفیه میزنی؟ گفتم که معذرت میخوام دیگه. پویا چی؟ گفته بودم که همه جوره میتونی روش حساب کنی. اون بنده خدام هر کاری که از دستش برمیامد کرد، خدایش کوتاهی نکرد. ولی میگم که تو تهران انقدر همه سرشون شلوغ و درگیرن که دیگه نمیشه سرباره کسی بود. تو این مدت لحظه نبود که از فکر تو غافل بشم، فکر این که تو تک و تنها تو شهر غریب، اونم تهران، به قول بابات قاطی این همه گرگ، چجوری داری سر میکنی؟ دیوونم میکرد. توی زندان یه فیلم میدیدیم، هنرپیشش میگفت یه شیر مرده بیرون قفس به 100 تا شیر زنده توی قفس شرف داره. آدم تو گرفتار نباشه نمیفهمه. دلم گرفته گندم، خیلی دلم واسه اون روزه تنگ شده. اون روزه که با هم دیگه میرفتیم کنار دریاچه امامزاده، اینجا هم یه امامزاده داره این مال خود. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم. خفش و آشغال. امشب نمیتونم بیام. نه دیگه نمیشه، میگم حالا بعدم بیام. نه 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 نه، چیزی نشده. خدافظ خدافظ. نه خدافظ. نوشه جون من میرم یه سر مغازه بزنم. بابا برای نرفتن تصفیه حساب که باید برم یه سری بزنم. میفهم. ملاحظه مهریرم نکن. اگه فکر میکنی مسافر خونه سخته که یا بالاخره ناراحتی، تعارف نکن، بیا خونشم. نه تعارف نمیکنم، اینجوری راحت. پس فعلا بس.
سعید سعید مردی؟ چطوری همون؟ تو کجا؟ اینجا کجا؟ چرا انقدر داغون شدی؟ چرا بهم دروغ گفتی؟ چرا منو بازی دادی ها؟ چرا می نوشتی همه چی رو به رای نگران نباش؟ میدونی کجا میره؟ میدونی با کیا میپره؟ میدونی چه ماشینی زیر پاچه؟ اینا رو میدونستی چیزی نگفتی؟ حالا تا حقم داری پیروز که خودم هم رفتم در خونهش تو خونه بود و خودش از من قایم کرد تو یه مغازه کار میکنه خاطر یه مش کسافت هرزه میپله که تو میدونستی و چیزی نگفتی با پسرها قول قرار تلفنی میذاره میره خونهش تو امانت داره خوبی نبودی هم خدمتی این اون گندمی نبود که من به تو سپردم کسی بودی که من تو تهران داشتم نمیتونستی نمیخواستی چرا قبول کردی چرا قبول کردی
گفته بودم به تهران درندش تو آدماشو نباید اطمینان کرد. معلوم شد که خیلی خوشبین بود. جای من اینجا نیست. همش ارزونی خودتون. گندم سرلک شما این بپرد در بس راحت چرا گوشیتو جواب نمیدی؟ 10 دفعه زنگ زدم دیگه. نمیدونم اومد اینجا هرچی حرف از دهنش در اومد به من گفت. خب چرا گذاشتی با اون حالش بره؟ تو میخوای برو اسکار راحت من میرم ترمینال. خدافظ. ای بابا یه لنز از کل خدمتمون مونده او تا این یه ما تمام بشه تازه بیا تمام بشه بابای پیله کرده بیا زن میگی خلان کن کار کجا یعنی اینقدر سابقم پیشت خرابه یعنی اینقدر برات بی ارزشم که همه چیزو میبینی ازم نمیپرسی کجا میری با کی آدم خوری حال و روزو چیه تو که بعد از این همه سال بهم شک داشتی واسه چی اومدی سراغم ها حداقل موقع رفتن یه خدافظی میکردی یعنی اینقدر ازم متنفری که حتی حاضر نیست با هم حرف بزنی چرا گندو چرا لااقل بهم دروغ بگو فکر کنم دارم اشتباه میکنم جاییم یه هرزم یه هرزه خیالی همونی که تو میشه خفشو خسته شدم هردن خسته شدم از همه چی خسته شد از خودم از آدم ها از زمونه از همه چی خسته شد تو یکی دیگه نمک به زخمن نبود که اون روز تو خونم بود و نخواستم ببینیش این ماشینم مال اون
پویان میدونه، واسه همینه که نمیتونست بهت حرف بزن. بهتری؟ چرا نگفتی حال روزت این شکلی شده؟ به کی بگم؟ به هم خدمتی امانت دارم؟ دلخور نشو رفیق، خیلی پیشتر از اینا باید میفهمیدم دوره این حرف دیگه تموم شد. سرامت داره تموم میشه، من میرم پرستار رو صدا کنم. گندم میشه یه خواهشی ازت بکنم؟ آره حتما. گفته بودی اینجا هم یه امامزاده داره، دوست دارم بیاد درد دل کنی مثل اون وقتا. تو یه پسر غریبه، تنها، یعنی چی؟ من بیرون منتظرم. خب این سوالی بود که صد بار از جفتمون پرسیدم. مرجان تازه پایان‌نامه‌اش رو داده بود، اسمش مرجان بود، دوست هم میگم. به مناسبت فارغ التحصیلیش میخواست یه مهمونی بگیره که به قول خودش همه رو دور هم جمع کنه، ولی ای کاش نمیگرفت و ما هم نمیرفت. وقتی وارد شدم دیدم برنامه‌ای که چیده شده با اون چیزی که من تصورش رو میکردم خیلی فرق داشت. خواستم برگردم ولی نشد. همه چی به هم ریخت، چنان بلوایی به پا شد که نگو. هر کی از یه طرف دنبال راه فرار میگشت. اوضاع بدی بود، حداقل واسه من شهرستانی که اولین بار بود پامای همچی جایی میذاشت. همه چی به هم ریخته بود. شب بدی، نمیدونم خودم رفتم
و با مسیر آدمایی که دنبال راه فرار میگشتن رسیدم با اون اتاق لعنتی. هیچ کی تو اتاق نبود، ترسیده بودم از اینکه یه موقع بگیرنم، از آبرو، از بابا. هر دومونو با بقیه آدم هایی که گرفته بودن بردن منکرات. تو بازجویی هرچی گفتم، هرچی زجه زدم، هرچی التماس کردم که به خدا تو اون اتاق بین ما دوتا هیچی نبوده، هیچ گوشی نشنید. نمیدونستم چی بهش بگم، اونم به بابایی که از اولش دلش راضی نبود. نمیشد بهش قبولون، نمیشد تو مدای بی افتی و بی بند و باریاشو تحمل کرد. تو پزشک قانونی خون خونشو میخورد. با اینکه جواب پزشکی قانونی منفی بود، وقتی پسرش دید زل زد تو چشاشو، گفت دختر بزرگ نکردم که اسباب خوشگذرونی و سرگرمی دیگران باشه و مایه بی‌آبرویی من. حالا که اینطوره بیخریش خودت، باید بگیریش تا رضایت. و یه عاقد و چند تا شاهد عقد دائم اون کرد. طبق قانون و اصرار بابا، یه دست و یه پای دامادم مهریم بستند که نتونه طلاقم بده. قاضی هم وقتی قباله ازدواج رو دید، حکم و شکست و پرونده مختومه اعلام شد. بابام وقتی داشت میرفت فقط یه جمله گفت: دیگه توقع پدری از من نداشته باش. چطوری هم خدمتی؟ اونا دنبال طلاقه، دارن از هم جدا میشن. چجوری؟ وقتی یه دست و یه پا مهرشه. راه حل قانونیشو پیدا کردی، درست میشه. خیلی بده که آدم بعد از این همه سال رفیقشو ببینه و باش دست به یقه بشه. دیگه گندم هم داره میاد. ترس، ترسم از ترس تو بوده برای خواستن عشقم نیادو نیا
یاد اون روزی که دیره واسه یه داشتن عشقم. لطفا ما رو بذار خونه فرمان. ترس باشه. ترسم از اینه که روزی من به یاد تو نباشم دیگه. دیگه دل سرد بشم از تو برم و با تو نباشم. برم و با تو نباشم. بالا منتظرم. نه دیگه پویا خودتو لوسن گندم. خداحافظ. پویا میگفت دنبال طلاقه. آره اون میدونه من تو رو دارم. یه هفته بعد از ازدواج دادخواست طلاق رو امضا کردیم فرستادیم دادگاه. طلاق توافقی. اون روزم با دوستش که وکیله اومده بود خونه که کارهای قانونیشو بکنیم که تو رسیدی. قرار بعدی خونه خودش گذاشت. پس قضیه دست و پای دومات چی میشه؟ قانون ما هزار جور تبصره ماده داره. گفتن اگه دختر راضی باشه میتونه مهریهشو ببخشه. چرا اون شب تو تاکسی بهم نگفتی؟ شب نمیدونستم اقا وضعتون خوبه. تو سربازی معلوم نیست. همه یه شکلن. یه لباس. یه بوتین. یه یغلبی. اینجا خونه بابا اینه هست. من اینجا زندگی نمی کنم. گفتم بیایم اینجا که راحت تر باشیم. از اون سالی که رفتن خونه همینجوری خالی افتاده. هرچم که رد کردنی بود رد کردن و مونده این خنزر پنزر ها. خنزر پنزر اینه واسه پنج تا مثل من یه زندگیه. تو چی؟ میخوای بری؟ دنبال کاراشم. بالاخره باید رفت. من نباید وارد این بازی میشدم. کدوم بازی؟ همین قضیه رو میگم دیگه. اگه من نبودم یا نمیامدم اونا داشتن زندگیشونو میکردن. دیگه نه طلاقی، نه وکیلی، نه دادگاهی. هیچی نیاز نبود. مثل اینکه تو متوجه نیستی ها. میگم اینا تا حالا یه شب تا صبح هم با هم زیر یک سقف زندگی نکردن. همه جریانات فقط یه اتفاق بود. پویا من تمام عمرم هم کار کنم. حتی نمیتونم یه ماشین مثل اونی که زیر پاشه وسش بخرم. چه برسه به اینکه؟ اینا که میگی یعنی چی؟ تو این فکرم که هیچ پدری بعد دخترشو نمیخواد. حالا هر چقدر هم از دست شاکی باشه وقتی یکی دخترشو وادار به ازدواج میکنه حتما یه چیزی تو اون پسر دیده که این کارو میکنه. دیوونه شدی پسر؟ مگه همه زندگی پول و ماشین و این حرف هاست؟ نکنه پسر آدم حسابی باشه. هیچ تا حالا تو چشاش نگاه کردی؟ از دلش خبر داری؟ میخوام ببینمش. پسره رو میگم. تو واقعا دیوونه شدی. آخه واسه چی؟ دیدن چه فایده ای داره وقتی قرار از هم جدا شن؟
من نمیفهمم تو شریک دوز یا رفیق قافله. نه شریک خوبی واسه دوست، نه رفیق خوبی واسه قافله. سلام. هنوز نیومده؟ نه موبایلش هم خاموشه. ببین اردلان، من خیلی دلیل اصرار تو رو نمیفهمم. بگی شمارشو. خاموشه. بگی بابا این اسباب بسیطه اومد. تنهاست که؟ ببین یه دقیقه بایست هم علا بر. چی شد؟ هیچی، قاضی دادگاه قباله ازدواج شناسنامه ها رو خواست ما هم بهش دادیم. علت طلاقم پرسید، ما ماجرا رو براش تعریف کردیم. اگه مشکلی پیش نیاد فردا همه چی تموم بشه. فقط میمونه ثبت دفترخونه. گفتن 4 تا شاهدم لازم. اونو که جور میکنیم. نفهمیده که؟ نه نمیدونم. سلام. سلام. پس پسره کو؟ بریم بهت میگم. بریم چی کو؟ پسره کو؟ گفتم بیا تو باشی بهت میگم. منم اگه جای اون بودم نمی اومدم. خداییش تو اگه جای اون بودی می اومدی. قبول کن که نمی اومدی. ولی من مطمئنم که گندم بهش نگفته. من اگه جای تو باشم خیلی پیگیر ماجرا نمیشم و به روی گندمم نمیارم. چرا؟ خب شاید یه چیزایی بینشون باشه که نمیخوان ما بفهمیم. چه چیزه؟ ببین هرچی باشه دیگه این دوتا زن و شوهر قانونی هم نه؟ تو که گفتی چیزی بینشون نبوده و به نیت طلاق با پسر سر کرده. این دیگه چه بازیه؟ گوش کن. نه تو گوش کن. تو که دایه عزیزتر از مادر شدی. من اگه تو این خراب شدم برای خاطر گندمه که اینجا. اصلا به خیالت واسه خاطر کی بهترین سالهای عمرم و پشت میلای زندون حروم کردم؟ هان؟ ببین رفیق، یه جمله میگه، ما همه چیزو برای همیشه چال میکنم. اون قراره زن تو بشه، شریک زندگیت، که میدونم هوا تو داره و پات وایس داده. پس اگه واقعا دوستش داری و میخواش مردش باش و پسش بگیر.
اگرم به صداقت شک داری دیگه براش آقا بالاسری نکن و برای زندگیش تصمیم نگیر. داره میاد. چیه؟ تو دیگه چته؟ دوباره عاشق شدی؟ حقم داری. اسمت روته. میدونی یه وقتی یه چیزی تو دلمونه که به این راحتی ها ولکن نیست، وقتی حس میکنیم داریم از دستش میدیم تازه یادمون میفته چه خبره. حالا که قراره سرنوشت مسیر آدمشو تعیین کنه، حداقل بذار ما برای خودمون تصمیم بگیریم. تو هم برو سراغ سرنوشت. حلالزاده ای چی شده؟ داشتی غیبت همو میکردی؟ اردلان کجاست؟ هیچی، بهش گفتم بیاد ولی نیومد. فکر کردم تنهاش بذارم تا با خودش کنار بیاد. الو میشنوم. خیال کردم قطع شد. چهار تا شاهد چی شد؟ گفتم که جورش میکنم. تصمیمی که گرفتیم درسته یا نه؟ دوباره میخوای شروع کنی؟ نمیدونم. خیلی خوب، برس به خودم میتم و حتی خودخواهانه رفتار میکنم. میبینم باز این وسط یه چیزایی هستش که حق من نیست. من نمیفهمم اردلان، معنی این حرفا یعنی چی؟ پویا گفت فردا قرار مهسا رو طلاق قطعی کردیم. من نمیخوام این وسط. چجوری بگم؟ خدای نکرده باعث این خیلی خودخواهیه که من به خاطر خودم لگد به بخت تو بزنم. ببین گندو، وقتی یه پدری دخترشو میسپاره دست یکی حتما یه چیزی تو اون طرف دیده که این کارو میکنه. خوبه خودت میبری خودت هم میدوزی. دست این دایره من کیم؟ چرا انقدر منو سرد و گرم میکنی؟ دست این بازی چرا سرد؟ نخواستن من دعواست. خیلی بی‌انصافی اردلان، خیلی. گندم خواهش میکنم خودتو ناراحت نکن. خب الو 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 آی عمو خوردش کردی؟ تلفن تایمر داره. Thank you.
سلام آقا، سرلک هستم. یه ماشین میخواستم برای خیابون فرشته. ممنون، منتظرم. من میرم ماشین از پارکینگ در بیارم. پای منتظرته. سو اینجا بی خبر تا قبل از این خیال میکردم که دنیا خیلی کوچیکه، اما دیشب تا صبح که تمام اتفاقا رو کنار هم دیگه قطار کردم، فهمیدم که دنیایی که ما توشیم خیلی خیلی کوچیکه. تو هیچ وقت دروغوی خوبی نبودی. حلالم کن. اون شبی که گندم رو تعقیب کردم و به اینجا رسیدم خیلی فکرهای بدی کردم. خدا منو ببخشه و بیاموزه. پشت سر تو هم خیلی دری بدی گفتم. در مورد گندم هم یه طرفه به قاضی رفتم. گفتم تا محضر نرفتی و کار طلاق رو تموم نکردی، بیام یه چند کلمی با هم دیگه صحبت کنیم. شاید دیگه نیازی نباشه. شما دوتا تو مردونگی و رفاقت میخواستین روی همدیگر رو کم کنیم، اما هیچ وقت نفهمیدین که این وسط من چه حال زاری دارم. اون یه جور نقشه میکشید، تو یه جور. بیا قهوتو بخور. دیگه همه چیز تموم شد. اون این دو سال خدمتمون تو مردونگی و رفاقت هیچی کم نیاورد. هر موقع میباختم شریکم بود، هر موقع میبردم منو تنها میذاشت.